تو روستای بره کلک کشم اهور از توابع شهرستان کودش دختر و پسری که از سال 68 به همدیگه علاقه داشتن و به خاطر مسائلی به هم نرسیدن بالاخره رخت عروس و دومادی پوشیدند. عروس خانم هستم. سلام. اولین روز زندگی مشترک ما با آقای تیموری. ازدواج توران 41 ساله با آقای تیموری 50 ساله که پسر دایی و دختر عمه هم هستن حالا دیگه به یکی از عاشقانه ترین ازدواج ها معروف شده. این وصلت با وساطت امام جماعت مسجد و بزرگان روستاشون انجام شده. بزرگان و ریشسفیدان رو وارد این موضوع کردیم و به حمد الله دو سه روز بعدش تمام مشکلات مرتفع شد و به حمد الله کار این عزیزان درست شد. شاید باورتون نشه علت این تأخیر 32 ساله در انجام این امر مقدس یک سنت و باور غلط در امر ازدواج بوده. در استان لرستان یه رسمی هست به نام نافه بران، محلیش این هستش و یا نشان کردن. زمانی که دو تا بچه به دنیا میان اینها رو نشون میکنند برای همدیگه، زمانی که بزرگ شدن یعنی اینها باید با هم ازدواج کنند. زمانی که توران خانم 3 سالش یا 4 سالش بود مقسمه دیاریش کردم. خانوادم راضی نوینه بس هیچ وقت نتونستم مثلا و جلو خانوادم وایسم مثلا باید میکرن میهم خو، ولی این هم دوست داشتم. دنیا نمده و گجری و چش ایمه میادم یامده گابو بود زنمه. سنت غلطی که انتظار رسیدن این زندگی مشترک رو به بیش از 3 دهه رسونده. زجر خیلی فریکش اینه. شاید اینا الان میتونستن بچه داشتن، شاید میتونستن نوه داشتن، داماد داشتن، عروس داشتن، واقعا هم میتونستن. گرچه مسیر زندگی این دو نفر پیچ و خم‌های زیادی داشته ولی در عوض وصالی هم شیرین داشته. هیچ زیرزیرکی از طریق پیامی گوشی سیزی با ارتباط نداشته. چرا داشت؟ زلان نرد، زلان چیت مرد؟ پسر دایی ما بعد های میه محلیش هر روزش همدیگر رو میمو ولی ورده قبل نمیزیم. بعد رد میمیم و سری زیگ میکردیم. چه چیزی باعث شد که شما هم پا به پای آقای تیموری مدت بمونی؟ بود که دونستم که دوستم داره. واقعا مثلا جوانی خوش است و دست و سر مرد. خانم دست و در نخش. شنیدیم که مهرحال برای رسیدن به توران خانم حتی 35 روز زندان هم تجربه کردی. حالا بازداشت کنیم نبی آج خانم خیلی خواستگاری دارین. من جلاشو میگردم، مواشو میگردم. جلوگیری میکردم، لحظه شکایتم کردن. و اما بالاخره پایان 32 سال انتظار و احترام توران به خانواده برای وصال فرا رسید و رضایت خانواده ازدواج کرد. من خیلی هم خوشحالم. و اما این پایان قصه زندگیشون نیست بلکه آغازیست دوباره. زینب فیضی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بره کلک کشماهور کوهدشت.